مهمان من در اواخر دهه چهل خورشیدی دانشجو و بازیگر تئاتر بود و آرزوش این بود که در فرانسه سینما تحصیل کند ولی اتفاقی او را در تئاتر ماندگار کرد و آن اتفاق حضور پیتر بروک کارگردان مشهور بریتانیایی در جشن هنر شیراز بود بروک در زمان توانایی این بازیگر را شناخت و او را در عواسط دهه پنجاه خورشیدی برای بازی در نمایش اورگاست در جریان جشن هنر شیراز انتخاب کرد نوگرایی پیتربروگ در تئاتر صدرالدین زاهد را شیفته یه هنر کرد و پای او و هم جستجوگر و نوجوی او را در دهه پنجاه خورشیدی به کارگاه نمایش و محافل دیگری در تهران باز کرد که در جستجوی راه و روشی بجاز نمایش های سنتی اون زمان ایران بودند. حالا بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از اون سالها و بعد از زندگی طولانی در پاریس و کار در تئاتر فرانسه میگوید باز حوس بازی به زبان فارسی کرده است. چه چی چیز باعث این بازگشت هنری او شده؟ آقای صدرالدین زاهد به برنامه ب بار دیگر خوشآمدید ممنونم متشکرم آقای زان شما میگید که بازی در نمایشنامه اورگاست پیتر بروک در جشن هنر شیراز مسیر زندگی شما رو به کلی عوض کرد اون موقع مسیر زندگی شما رو به کجا داشت که آقای بروک اونو عوض کرد از خانم خدمتتون که اولا سلام می کنم به شما و به بینندگانتون و تشکر می کنم از اینکه به من فرصتی دادین که از بد و خوب معشوق خود تئاتر صحبت بکنم در جواب سوال شما این رو بگم که همونطوری که شما در مقدمتون گفتیم من به شدت عاشق سینما بودم انقدر که کتک زیادی میخوردم و مدسه در میرفتم دائم فیلم میدیدم دائم تو سینما بودم و دلم میخواست واقعا برم و رؤیامو تو سینما اون موقع دهه شهست بود ایدک و هجیر داریوش و نمیدونم اون حرکت به اصطلاح دهی سینما سینمای نوع فرانسه را افتاده بود جان لوک گودارو نمیدونم کلوت شابرول و حرفا و من و هم تمام رؤیام رو در سینما میدیدم متاسفانه به خاطر مسائل مالی هیچ موقع فرصت اینو پیدا نکردم که این رو جامعه عمل بپوشونم و در این مدت اتفاقی که افتاد همونطوری که باز شما در مقدمتون گفتید آقایی به اسم پیتر بلوک اومد ایران و در اون زمانم خیلی خالصانه و مخلصانه به شما بگم که من شناخت دقیقی از ایشون نداشتم یا آگاهی بود به ما گفتنه رفتیم انجمن ایران آمریکا توی عباس آباد و داون انجمن ایران آمریکا و اونجا هم روزی که من وارد شدم واقعا تعجب کردم که هفتاد هشتاد نفر اومدن من تصور این, امتحان همه بدن برای امال امتحان بدن برای امتحان, امتحان بدن تصور این که این همه اون شده به هر حال صحبت و کوتاه بکنم و بالاخره من برای این از این آزمون موفق بیرون اومدم و وارد گروه بروک شدیم و دوره باغ فردوس و بعدم یه دوره سه چهار ماهی که با بروک کار میکردیم که حاصلش اون نمایش شگفتی شد که به اسم ارگاست که با تاریکی در مقبره اردشیر شروع میشد و میره با غروب خورشید میره به دل تاریکی و بعد قسمت دوم که در نقش رستم بود که ساعت تقریبا چهار صبح, 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 صبح شروع میشد که با طلوع آفتاب و اومدن کلود کنفورتس که با گاو از اون و اون به اصطلاح سرود عوستا پایان می گرفت اه. و این نمایش که به قول چیز در مقدمه امتی اسپیس یا فضای خالی پیتر بوک نوشته که از واقعا نادرترین نمایش های تاریخ بود منو آنچنان شیفته خودش کرد که دیگه اصلا سینما رو یک دل و صد دل عاشق اتحاد شدم و از اون بعد حالا وقتی که یک خود وارد جزئیات یک کار پیتر بروک بشین چه چیز شما در پیتر بروک دیدید که اون شما رو مجذوب کرد که سینما رو یادتون رفت ببینید من مثل خیلی ها تصور میکردم که تئاتر حفظ کردن یه متن و از این بر صحنه به اون بر صحنه رفتن و به هر حال یه جوری یه ادایی در آوردن آن که با پیتر بروک افتاد یه مفهوم گروهی بود اوه. که در اون زمان دهه 60 این مفهوم خیلی معنا داشت بخاطر اینکه در تمام اروپا این مفهوم اگر بخوام اگه اجازه بدی یک کمی بازش بکنم به این معنا که دو تا اتفاق جنگ جهانی اول و دوم افتاده بود و نسل جدیدی که اومده بود میخواست که پایه های زندگیش رو روی اساسی بذاره که این اساس دیگه م... تکرار نکنه اون اتفاقات جنگ جهانی اول و دوم رو اون به اصطلاح صدمات و لطماتی که از چه روحی و چه مالی هم. در نتیجه فرد خیلی مهم شد سیاه پوستان راهی خودشون رو زنها آزادی خودشون رو پیدا کردن روابط جنسی بسیار آزاد شد دانشگاه برکلی و جون باوس که اعلام کرد که سانسور باید لغو بشه تمام این اتفاقات باعث شد که فرد مهم بشه و این فرد جایگاه خودش رو در گروه، در اجتماع، در چیز پیدا بکنه آه. این اتفاق به ایران هم اومد، حالا شاید برسیم به ۱۴۰ و این, آره این اتفاق رو اگر اجازه بدین من در دو کلمه، میدونم آه. که سوال دارین در دو کلمه بهتون بگم این اتفاق در کار بروک بود یعنی من برای اولین مرتبه خودم رو به عنوان بازیگر خلاق پیدا کردم آها. و این لذت به امداد مثل حالا بعد از این تاعت بروک که به برحال اون جشن هنری که با کمک خود سازمان جشن هنری و همینطور تلویزیون ملی ایران در واقع سازمان داده می شد کارگاه نمایش ایجاد شد بله یعنی بر اساس استفاده از هنر پیشه هایی که توی بیشترشون توی تاعت بروک هم بازی کرده بودن آه حالا شما میگید که این کارگاه نمایش به طوری انعکاس اتفاقاتی بود که در دهه شد در کشورهای اروپایی میفتاد و این نمونه ایرانش بود بله. منظورتون اینه هدفش چی بود؟ میخواست چی کار کنه کار نمایش؟ ببینید اگه اجازه بدیم من یک کمی شما را تحصیب کنم با عرض معذرت و اون این است که کارگاه نمایش 1148 درست شد اتفاق اه... کار با بروک 1150 بود یعنی دو سال قبل از اینکه بروک همه. بیاد این اتفاق تو ایران افتاده بود ببخشید من منظورم گروه يعني... بازیگران شهر دقیقاً بود بله دقیقا من متوجه شدم به همین خاطرم یک کمی گفتم زبینی تحصیل بکنم در سال 1350 بعد از تجربه بروک آقای قطبی که مسبب این قضیه بود یعنی در واقع با آقای بوشهری و دیگران سعی کرده بودن به صلاح جلب نظر بروک رو بکنن و بروک رو بیارن برای جشن و این اتفاق و تونسته بودن که قراردادی ببندن که هنرپیشه های ایرونی و کارگردان های ایرونی و حتی موزیسکن های ایرونی طرح های ایرونی خیلی ها بودن که با بروک کار میکردن بعد از این اتفاق آقای قطبی حق هم داشت گفتش که ما یه خرجی کردیم برای اینکه ایرونی‌ها آشنا بشن با بزرگترین کارگردان دنیا و بزرگترین اتفاق تاتری دنیا و حیفه که شماها که یه تجربه ای که حالا حاصل کردید این تجربه را پراکنده بشین آقای قطبی سعی داشت که اینها دو مرتبه پراکنده نشن و این را بودجه رو در اختیار ما گذاشت که ما در واقع بتونیم دنباله اون کار تحقیقاتیمون رو, رو <applause> توی کارگاه نمایش انجام بدیم و همین سبب به اصطلاح شروع کار گروه بازیگران شهر شد که البته قرار بود که سه تا کارگردان هم با ما کار بکنند آقای آربی اوونیسیان، بیژن مفید و آقای داوود رشیدی که آقای داوود رشیدی از همون اول گرفتار فیلم فارسی بودن و رفتن دنبال کار خودشون و, و ما موندیم و آقای بیژن مفید و آقای آربی اوونیسیان به عنوان کارگردان و این هم بگم یه عده دیگه ای از جمله مثلا خانم سوسن تسریمی خانم فریده سپامنتر و دیگرانی هم بودند که بعدا ما به سبب موقعیت های مختلف و نمایش های مختلف اینا اومدن و وارد گروه بازیگران شهر شد خب حالا کارگاه نمایش یک طریف وسیع از به صدا انواع تاعت اجرا می کرد یعنی نشست بیده بود به یک برخلاف بیشتر کمپانی های تئاتری که یک خط رو میگیرن دنبال میکنن این یک محیط تجربی بود در واقع تا حدود زیاد کاملا, کاملا. و چقدر توی کارش مستقل بود؟ ببینید یکی از حسنای آه، آه، باز میگم این هم واقعا در رابطه تنگاتنگ با اتفاقات دعیشه بود به این معنا که خیلی از کمپانی ها و خیلی از لابراتوار های تئاتری یا کارگاه نمایش و ورکشاپ تئاتر دنیا اینا شروع کردن به کار کردن بدون اینکه ضمانت این رو داشته باشند که بخوان تولید بکنند و اجرا داشته باشند کارگاه نمایش هم در همین زمینه بود یعنی یک جایی بود که واقعا از نظر جا دو تا سه تا چهار تا اتاق بود بالا و یه جای خیلی کوچولویی بود یعنی سازمان عجیب و غریب بزرگی نبود بودجه زیادی ما در شروع هم حتی ماها حقوق نمی گرفتیم به ما گفته بودند که شما ما یه پول رفت آمد بهتون میدیم که کار دلتون رو بکنید که البته این داستان مال 1148 بعدا که 1150 گروه بازیگران شهرترشی شد ما وابسته به تلویزیون شدیم و حقوق بگیر تلویزیون شدیم ولی, ولی ولی خب اینی که به شما گفته بودن به اونجا باشین و کار دلتون رو بکنین یعنی اینکه شما توی کارتون واقعا آزاد بودید کاملا یعنی کار دلتون رو می‌کردید واقعا ببینید ما اه اه به دو دلیل میتونستیم کار دلمون رو بکنیم یکی اینکه محیط کوچیک بود و کار تجربی ده نفر پونزه نفر تماشاچی بیشتر نداشت و به خصوص در شروع حالا بعدا پنجاه یا صد خود سالن کارگاه نمایش واقعا ما بزرگترین جمعیتی رو که داشتیم در نمایش جان نسار آقای بیژن مفید بود یا نمایش های آقای خلج بود که نمایش های کوچه بازاری بود قهوه خانه ای بود بقیه این نمایش ها کارای تجربی بودند که 20 نفر، سی نفر، 40 نفر، پنجاه نفر بیشتر نمیمدن آمار ما همیشه از دو هزار نفر بیشتر نمیشد در نتیجه دولت و نگرانی از بابت ما نداشتن آها. ولی, یعنی... در... ولی همزمان آقای زاید. آ... نگرانی از تاعتهای دیگه داشت دولت کما اینکه در هم... همون دو... زمان آ... خیلی از آ... کارگردان ها پونر حتی سر صحنه بعضی موقع بازداشت میکردن نمایش ها تحتیل می آ... ولی چطوره که مثلا در همچین شرایطی مثلا کارگاه نمایش دایر میشه و آزادی عمل داده ببینید این دلیلش این است که ما تاعت کار میکردیم دیگران میخواستن کار دیگه بکنن خیلی رو بکنن یعنی من ببینید خیلی ها بودن میکرد. که واقعا اگر که شما بخواین کلاتون رو غازی بکنید در اون دههی که پول نفت فراوون اومده بود اون مملکت و یک مقدار خیلی جزئیش صرف این میشد که لیوینگ تیاتر و اوپن تیاتر و کاتاکالی و جشنونر درست بشه و موزیک هندی باشه و نمیدونم نمایش آمریکایی و یعنی برگزیده در این نمایش های دنیا رو اینا جمع بکنن با یه بودجه محدودی بیارن و منی که از یه طبقه متوسط بودم که هیچ موقع امکان این رو نداشتم که سفر بکنم بیام تئاتر نو رو ببینم یا کاتاکالی رو ببینم یا مثلا این لیوینگ تئاتر رو اوپن تئاتر رو نمیدونم رو ببینم امکان این رو پیدا کردم که به عنوان دانشجو به عنوان جوان ایرانی برم جشن و نر و اینا رو ببینم اه. یه ای بودن یه مسئله داریم در زبان فارسی میگه که دستت چون نمیرسد به بی بی دریاب کنیز, کنیز مطبخی, مطبخی را <applause> داستان این بود اه. یقه شاه رو نمیتونستن بگم بگیرن ام. به جشن هنر فش میدادن و نامربوط فش میدادن یعنی ام. ما واقعا جایی که میباید حمایت میکردیم جایی که باید کمک میکردیم که این اتفاقات در مملکت بیفته درست روز واروش عمل کردیم اها. کارگاه نمایش هم یه چینی حالتی داشت کارگاه نمایش هیچ کدوم جوونایی که ما اومده بودیم هیچ کدوم سابقه تاریخی 28 مرداد 1332 رو پشت سرمون نداشتیم جوونهایی بودیم که اصلا اون اتفاق رو ندیده بودیم تلخی اون اتفاق رو که برای خیلی از هنرمندان به حق بود حق داشتن از دهه 20 تا 32 اینا یه آزادی به وفور رو زندگی کردند بعد 32 یه ها همه چی بسته شد سانسور اومد ها... کودتا شد و اتفاقاتی که الان جاش که ما بخوایم راجع به این صحبت بهش واقف شما میگین که اون کسانی که به حال یه مقداری بار سیاسی میدادن به کارشون همه اینها یه مقدار زیادی تحت تاثیر حوادث ۲۸ مرداد به این طرف بودن و نتونسته بودن خودشون رو بکنن از اون جریان و فضای فکریشون یه مقدار عوض بکنن منظورتون اینه دیگه من فکر میکنم آه. که این تلخی باعث آه. شد که دهه چهل یه مقدار پول زیادی آه. توی جامعه ایران اومد که مردم مرفه شده بودند، مرغ کامل رو تو سطل آشغالشون مینداختند ماشین بن سوار می شدند، تفیه های اروپا می اینجوری در البته. نه خیلی ها بودن خیلی ها بودن آه. واقعا خیلی ها بودن و این آدم ها ببینید همه چی نسبیه آه. و این نسبت یه جامعه متوسطه شهری به وجود اومده بود که این جامعه متوسط شهری احتیاج به تفریح هم داشت احتیاج به این داشت که تئاتر هم بره آها. این آدم ها احتیاج به این داشتن که یه عده آدم می... که دلشون میخواد کار تئاتر بکنن اینها براشون ماده فراهم بکنن حالا کار باید نمایش ده سال فعالیت کرد من. تأثیرش روی تئاتر ایران در مجموع چی بوده به نظر شما؟ به اعتقاد من تأثیر تأثیر امدهش این بود که اولا شما نگاه بکنید بعد از انقلاب تمام هنر که تونستند واقعا کارهای برجسته تئاتر ایران را انجام بدن اون پیشاهایی هستند که یا هنر اصلی کارگاه نمایش بودند یا اینکه واقعا اون یک طوری شاگرد بودن یا اومدن اونجا یک دو تا کار کرده یک نوع نگاه تازه کار گروهی بود که خیلی مهم بود این اینکه تئاتر یک کار فردی نیست یک مفهوم قرن نوزدهمی کارگردانی که حالا بگه برو جلو حالا بیا عقب اینجا پارچه رو پاره کن اینجا فریاد بزن یک چنین چیزی رو مهم. توی تئاتر ملقا کرد و اتفاقی که افتاد این بود که گروه به وجود اومد و این گروه مهم. فرد فردشون آدم های خلاق بودند هنرپیشه خلاق بود، طراح خلاق بود، کارگر. این در واقع معیارهای اساس مدرن رو وارد ایران کرد و از اون شیوهی گذشته کند. کاملا. کاملا. مثلا حالا در مورد جشن هنر شما صحبت کردین، جشن به هر حال که در جشن هنر اجرا میشه شما اشاره کردین که به جایی که حمایت بکنن، بعضی انتقاد می‌کردن و بی‌دلیل انتقاد می‌کردن و مخالفت می‌کردن با جشن هنر. ولی خب اینو هم باز قبول بکنید که بعضی از نمایشنامه‌هایی که اون زمان در جشن هنر اجرا می‌شد واقعا یه مقدار غیر عادی بود برای جامعه اون روز ایران بعضی هاشون که خود شما هم درش دخیل بودین و بسیار تارهای جنجالی بود مخالفت زیادی اون زمان بهش می و مخالفت‌ها ها فقط از جانب مذهبیون نبود از جانب خیلی از افراد غیر مذهبی و حتی چپا هم بود که به شدت مخالفت می با این درست چون فکر میکنیم که همه اینا بیجا بود همین مخالفت ببینید من خوشبختانه بعد از این اتفاقات بعد از وارد شدن به کارگاه نمایش فرصتی پیدا کردم با کارهای زیادی مسافرت خیلی زیادی داشته باشیم به تقریبا عمده ترین فستیوال های دنیا به مهمترین جشنواره های دنیا باور کنید من در جشنواره نانسی یا در جشنواره امینیان یک دونه کارگر شرکت رونو یا پژو رو اونجا ندیدم یعنی با این حرف بخوام بگم که هر جشنواره قبول بکنیم که برای یک عده خاص هست یک شما نمیتونید یک جشنواره درست بکنین و بخواین واقعا یه حالت پاپولر بدین بله یه تئاتر میتونه حالت پاپولر باشه. ولی موقعی شما لابراتوار تئاتری دارین مثل گروتوفسکی میان 50 نفر اه. شما ممکن تماشا انتخاب میکنید شما ممکنه ایراد بگیرین بگین که حالا که تو تئاتر پنجاه نفره اجرا میکنی برای تماشاچی پس تو اینجا یه گزینش انتخاب جشنونر یه چنین حالتی داشت من خیلی خوشحالم واقعا که جشنونر هرگز آلوده به این نشد که اون نقزدن های سیاسی رو که پشتش به نظر من بیشترش نقزدن های سیاسی بود اون رو مد نظر قرار بده و جهت عوض بکنه اه. من قبول دارم که برای جامعه اون وقت ایران یه چیز زیادی بود ولی باور کنید الان که به اون دوره دارم فکر میکنم با گذشته دهه ها اه. به خودم میگم ای کاش ما برمیگشتیم به ای کاش ما میتونستیم دو مرتبه اون تجربیات رو تکرار بکنیم چیزی که من فکر میکنم دیگه هرگز تکرار نخواهد شد هرگز در ایران چیز اتفاق نخواهد افتاد بسیار خب حالا شما برگردیم به دوره شروع کار خودتون در تئاتر شما در اواخر دهه 40 و اوایل 50 در واقع خیلی فعال بودین در تئاتر و اون زمان یک رونقی هم در تئاتر ایران وجود داشت چند مرکز تئاتر فعال بودند و نمایشنامه‌های متنوع روی صحنه می‌رفت و ولی شما سراغ اونا نرفتید و گفتید که مشکل دارید با اینا مشکلتون چی بود با اون تئاتر که اون زمان وجود داشت تئاتر موجود تا اینکه مثلا پیتر شما رو به هر حال بیشتر راغب کرد به تئاتر مسیرتون عوض کرد ببینید این چند دستگی رو اول ام. من واقعا اینو بگم من متاسفم که ما این چند دستگی رو اون موقع داشتیم الان داریم برای که تئاتر وجوه مختلف داره تئاتر بازاری هست تئاتر روحوزی هست تئاتر لالزاری هست تئاتر مدرن هست تئاتر ابسورد هست تئاتر اولترا مدرن هست برودوی هست آف آف برودوی هست ما می این که سرت گرایی رو قبول بکنیم کسرتگرایی هم از دیالوگ می اومد و چون کم بود دیالوگ بود در جامعه ما متاسفانه این جدل های بی خودی رو کم بود دیالوگ منظورتون چه دقیقا؟ منظوری که که فضای باز سیاسی وجود داشت دموکراسی وجود داشت وجود داشت یعنی دیالوگ حاصل ام. واقعا دموکراسی در نتیجه تئاتر ما هم حالا چه مدرنش چه غیر مدرنش چیزی که من همیشه گفتم من با خشم به گذشته نگاه میکنم به خاطر اینکه هرچند که دفاع میکنم از کارنامه شخصی خودم به عنوان کارگاه نمایش ولی کماکان با خشم بهش نگاه میکنم به خاطر اینکه همین صحبتی که الان شما داریم میکنید که چرا ما این تولرانس به اصطلاح تحمل این همدیگر رو تحمل کردن این تحمل رو ما نداشتیم که به خودمون بگیم تئاتر جنبه های مختلف داره و این جنبه های مختلف رو میتونیم من تئاتر مدرن باشم من توی تئاتر لابراتوری کار بکنم و کسی دیگه توی تئاتر لالزا و قدرشم هم بدون این به خاطر اینکه دیالوگ وجود نداشت به خاطر اینکه دموکراسی وجود نداشت و این دیالوگ هم اصل تئاتر بود و در نتیجه اصلا خود تئاتر اشکال داشت خود تئاتر که اگر بپذیریم که اولین اصل و خب حبی... دیالوگه بله حالا شما آ... چه سالی از ایران خارج شدید من والا در مثل خیلی های دیگه آرزو این تحول رو داشتم نشستم هم که واقعا این تحول رو ببینم روزی که این تحول ابرای سیاه اومد و دیگه دیدم غیر ممکنه این قلامت رو بله. هفتاد و نو. بله. هشت بله. من بعد از آخرین کاری که در تئاتر شهر کردم عنوان کارگردان اجده ها بود بعدش با آقای خلج زیبا اهل و رابات رو به عنوان بازیگر کار کردم بعدش هم خواستم یه نمایشی به اسم شهردار بذارم سر همون نمایش اجده هم خیلی پاپه من شدن اذیتم کردن بعدم نمایشی به اسم شهردار بود که راجع به اصطلاح ظهور فاشیز بود در آلمان که اون رو میخواستم کار بکنم و به من گفتن که شما چرا میخواین راجع به فاشیز کار کنی. منم روک و راست بهشون گفتم که شما اگر ککی تو تنبونیتون نیست این که راجع به ظهور فاشید در آلمانه حال در همون حیث و در حدود سپتامبر را هشتاد من ایران رو ترک کردم آها مثلا ولی شما خود من فرانسه یعنی درسته کسی من اجبار یعنی فرار نکردید نه <تصفيق> خب حالا <applause> شما اومدین فرانسه تا ده سال شما در فرانسه هیچ کار تئاتری نکردین یعنی در واقع درس خوندین در تیم فوق لیسانس گرفتین در سوربون بلد. ولی بعدش دیگه فعال شدیم و خیلی هم فعال شدیم در فرانسه شما کارهای زیادی اجرا کردیم روی صحنه آوردیم بازی کردیم همین این حرفا و خیلی موفق بودین خیلی هم جا افتادین توی جامعه تئاتری فرانسه ولی حالا دوره برگشتین به به زبان فارسی اجرا به زبان فارسی و چند کارم اج... اجرا کردیم تو این زمینه چه چیز شما رو برگردونده این بازگشت هنری که من اسمش گذاشتم به چه دلیل بود یه دفعه دیگه در جواب این سوال من گفتم به منم ایراد گرفتن گفتن که این معنای تو این شعر رو شما یه جوری وارو کردی ولی واقعا معنای منه به این معنا که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش روزگاری باز جوید. واقعا این اتفاق برای من افتاد یعنی تپش زبان فارسی شکر است که مال جما این اصلا واقعا بعد از مدتی به جان من افتاد و دو مرتبه هر چقدر کم من خودم میدونم که تئاتر زبان فارسی در خارج از کشور خیلی خیلی مشکل کار کردنش جمعیت ما پراکنده است اصلا جمعیت فارسی زبان بیچهره است یعنی شما ما تو تهران موقع نمایش کار میکردیم تو تاکسی بودیم چارهای پهلوی بودیم تو قهوه خونه بودیم تو عرق فروشی بودیم توی نمیدونم دانشگاه بودیم اگر که هم تأثیر پذیر بودیم کالیگولایی که من بازی میکردم یا انسان هیبانتقوایی که من بازی میکردم ریشه در اون نگاه ها ریشه در اون موجی که در جامعه بود کالیگولای کمو به اون معنا نبود کالیگولای من بود که ایرانی شده, بودم. ایرانی شده بود ایرانی شده بود چه میخواستم چه نمیخواستم اگزیستانسیل من بود که میزد بیرون اگزیستانسیل من ایرانی, 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 ایرانی ایر یا دوالیته من بود دوگانگی من بود دوپارگی من بود ولی الان توی خارج با همه این عاشق بودن با همه این که واقعا این برگشت یک جور عشقه ایه. چون تماشاچی رو نمیشناسم این خیلی سخته کار کردن یعنی واقعا ما هی مثل چیز میمونه مثل شما از این دارتای هست که میخواید پرت بکنین ولی نشونه رو ندارین احا. نمیدونین احا. که کجا پرتاب بکنه هر دفعه در نیویورک اتفاقا یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم اینکه تجربتون تو این حال چند کاری که اجرا کردین چی بوده در واقع جواب سوالمو دادین واقع. میدونین که مشکل ولی قرار نیست که پا پس بکشین نه هرگز بسیار خوب خیلی متشکرم ممنونم آقای صدرالدین زاهد بی‌نهایت متشکرم متشکرم از شما